امارات بیشتر گفتگو میکنیم با آقای معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و همکارای شما بینندگان عزیز. تشکر. ممنون. آقای قادری، با توجه به این که بیشترین شهروندان افغانستان مصروف هستند در بخش کشاورزی و این بخش هم یکی از بخش های اشتغال زا میتونه در افغانستان هم باشه، چه برنامه های باید در این راستا عملی شود که بتونه جای کار ایجاد بکنه؟ در بخش سکتور زراعت و مالداری و باغداری بیشترین جای کار میشه که ایجاد شود، آبها مهار شود و از زمین های بکر و بایری که ما داریم در افغانستان خیلی زیاد هست، از اونا باید استفاده شود و بتانن که جای کار ایجاد بکنن. از یک جانب جای کار ایجاد میشه و از جانب دیگه ما میریم به طرف خودکفایی از بابت غلجات و ما دیگه از کشورهای بیرون نیاز نمی باشه که به افغانستان وارد بکنیم، در حالی که ما بیکارها هم داریم، زمین های بکر و بایر هم داریم و آب و هوا هم داریم، باید از این استفاده شود و جای کار ایجاد شود و ما به طرف خودکفایی بریم. آیا در طول این 18 سال حکومت افغانستان توجه هم بر بخش کشاورزی داشته که بتونه از این طریق زمینه کار بر مردم ایجاد بکنه؟ سالیانه نمایشگاهی را دایر میکنن و در بخش های مختلف باغداری و سایر بخش ها مالداری و از اینا کارهایی را هم جامعه جهانی هم وزارت زراعت افغانستان کرده، اما بسنده نیست و به اندازه کافی نیست، باید کار بیشتر صورت بگیره تا که ما به طرف خودکفایی بریم و جای کار هم ایجاد شود برای جامعه. بله. خواهی قادری، آیا آمار در دست شما هست که در طول همین 18 سال چقدر حکومت افغانستان در بخش کشاورزی تونسته که زمینه های کاری را ایجاد بکنن که پس از این بتونه مردم امیدوار باشه که کار در این راستا صورت خواهد گرفت؟ شما میدانید که کشاورزی زمانی که میکانیزه شود ما زیاد روی ازو تاکید نمیکنیم، چون در کشورهای مختلف دنیا وقتی که اونا زراعتشان میکانیزه شده جای کار کم شده، اما در افغانستان چون میکانیزه نیست بیشترین مردم در بخش زراعت مشغول به کار هستند و اون موسومی است. اگر این میکانیزه شود فکر نکنم که ما بتانیم برای ازی زیاد تکیه بکنیم، اما از زمین های بکر و بایر و از بابت غلجات میتونه که ما را خودکفا بسازه و ما نیازی نداشته باشیم از کشورهای بیرون وارد بکنیم. دولت افغانستان باید روی ازی برنامه های مدون داشته باشه و از این زمین هایی که ما دیدیم در ولایات مختلف افغانستان بیشترین زمین ها بکر و بایر است، از استفاده از زمین صورت نمیگیره، باید صورت بگیره تا ای که بتانیم به طرف خودکفا. در حال حاضر از دید شما تمرکز حکومت بر کدام بخش هاست که از این طریق بتانند زمینه کار بر مردم ایجاد بکنند و سودمندیش تا کنون چقدر بوده؟ بخش های مختلف میتونه کارآفرین باشه، هم بخش زراعت باشه، هم بخش ساختمان باشه و هم بخش آبهای ما مهار شوه و آب که مهار شد از یک طرف از لحاظ بیابی نگران نمی باشیم، به طرف خوشتالی نمیریم، از جانب دیگه میتونه برق تولید بکنه و از جانب دیگه میتونه سرمایه گذار به سرمایه گذاری کنه در بخش صنعت. تا زمانی که ما صنعتی نشیم ما فکر نمی کنم که ما بریم به طرف خودبسندگی و باید برق تولید بکنیم تا ای که بتانن سرمایه گذارا بیان سرمایه گذاری بکنن و بیشترین جای کار میتونن که افغانستان صلح بیا، امنیت بیا، در بخش معادن هم بیشترین جای کار ایجاد میشه که شما از هم در خود معادن و هم از موادی که به دست میاد در ساختمان ها تعداد زیادی مشغول به کار میشن. بله. خود قدری، آخرین تعهد که از طرف حکومت افغانستان برای منظور ایجاد زمینه های کاری در افغانستان صورت گرفته اما ایجاد بیش از 2 میلیون جای کار است، چقدر از این وعده حکومت تاکنون یک بخش هم عملی شده تاکنون یا خیر؟ سال گذشته که کنفرانس ملی کار از جانب وزارت محترم کار و امور اجتماعی و شرکای اجتماعیش دایر شد در ارگ، در اونجا تعهد سپرده شد که 745,000 جای کار اینا در سال روان ایجاد میکنن و با اون بخش هایی که خالی بوده و بستایی که خالی بوده و بستا را پر بکنن و بودیجه ای که برشان در نظر گرفته شده و بودیجه را باید به مصرف برسانن که ارقامایی که نشر شده در حدود 56%ش عملی شده و 44% عملی نشده. علتش میتونه در چی باشه ای که عملی نشده؟
عوامل مختلف داره. از یک جانب همی سرپرستی ها که در اکثر وزارت خانه هست دلبستگی ندارن و از جانب دیگه یک شرایط افغانستان شما میبینین که امنیتش روز به روز گاهی وقتا مختل میشه و همون بوده که سکتور خصوصی نتانسته وعده‌ای که داده بود عملی بکنه. عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی در بازار کار میتونه یکی از علتهای باشه که تعهدات حکومت در بخش ایجاد زمینه های کاری بیشتر عملی نشده؟ بله، عدم هماهنگی وجود داشت، اما از مدتی به این طرف شورای عالی کار افغانستان مقررش باز شده، شورای عالی کار ایجاد شده و مناسبات کار مربوط به شورای عالی کار میشه، جلسات پی هم داره، در حالی که ما جلسه هر سه ماه داریم، حال ماهوار هر 20 روز جلسات را استراری میگیریم به خاطر از اینکه نیاز ما بیشتر از و ضرورت بیشتر از خلاگاه را باید پر کنیم و یک اجندای جهانی هم هست که کار و آینده که او را سازمان جهانی کار بر تمام 186 کشور عضو خود او را ارسال کرده و مکلفی ها را دانسته برای تطبیق که در آینده ما نگران از جای کار نباشیم و بتانیم خود کفا باشیم. تشکر سپاس از اینکه وانوز رفتن. خیلی سپاس از شما. ممنون از شما.